دوستان عزیزم سلام، با یه بخش دیگه از آموزش تعمیر درل سکاره آیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. توی بخش های قبلی در مورد نحوه تعویض این دنده و همچنین یک آشنایی جزئی با نحوه کارکرد این دستگاه، مخصوصا کلیدهای تغییر حالتش و نحوه باز و بسته کردن این آشنا شدیم. حالا توی این قسمت ما میخوایم با مکانیزم کارکرد این دستگاه آشنا بشیم، مخصوصا در قسمت تغییر حالتش که یه مکانیزم خاصی داره و تقریبا با همه دستگاهایی که تا حالا باز کردیم فرق میکنه. اما روش انتقال نیرو مثل سایر دستگاه ها هستش، یه همچین دنده مقابلی داریم که نیروی چرخش به صورت مستقیم از دنده نوک آرمیچر دریافت میکنه. با چرخش آرمیچر این دنده به صورت مداوم یکسره در حال چرخش هستش و این دنده مقابل هم با شافت خودش یا همون دنده مدادی هم بهش میگن به صورت استکاکی درگیر هستش. یعنی ما این دنده رو وقتی میخواییم با این شافت درگیر کنیم باید با پرس اینو جا بزنیم. پس با چرخش آرمیچر این دنده یک سره در حال چرخشه و نیرو چرخشیش هم که انتقال داده میشه به صورت یک نواخت به این دنده. از طرف دیگه این بولبرینگ لنگ ما اگه توجه کنیم به صورت هرز در این قسمت این دنده مدادی در حال چرخش هستش. یه همچی قطعه داریم اینجا که با عقب و جلو کردن با این بولبرینگ لنگ در اینجا درگیر میشه. داخل این به این صورت اگر دیده بشه یک از این ور دیده میشه، داخل این یک سری دنده هایی داره که با دنده شافت اصلی درگیره. پس وقتی ما اینو جدا میکنیم این در واقع بولبرینگ لنگ به صورت هرز میچرخه اینجا و وقتی میاریم اینجا تو این قسمت قرار میدیم نیروی چرخشی این شافت رو انتقال میده به بولبرینگ لنگ و طی یه پروسه‌ای به این صورت که قبلا هم توضیح دادیم. اگه توجه کنید حرکت رفت و برگشت رو تو این دستگاه رقم میزنه و از اونجایی که این در داخل این سیلند قرار داره، پیستون و ضربه زن به داخل این سیلند قرار داره و یه سری متعلقات دیگه است و این فرایند ضربه زنی از اینجا شروع میشه و ادامه انتقال داده میشه به قلمگیر ما. خب با این قسمت قبلا هم توی دستگاه های دیگه آشنایی داشتیم و فرایند ضربه هم توی این دستگاه به این صورت انجام میشه. پس با کلید تغییر حالت دوم این اتفاق میفته، کلید تغییر حالتی که در قسمت زیر قرار داره به این صورت. وقتی توی همچین موقعیتی قرار میدیم روی حالت ضربه هست و وقتی رو همچین موقعیت قرار میدیم روی حالت چرخش هست. پس وقتی رو همچین موقعیتی قرار میدیم این کلید تغییر حالت به این صورت اینجا قرار میگیره، موقعیت کلید تغییر حالت به این شکل میشه و وقتی اینو میچرخونیم به این صورت میچرخونیم اینور، این با توجه به اینکه توی تکیگاهش هست این در حین چرخش اینو به این صورت جدا میکنه به این حالت. پس کار این کلید تغییر حالت جدا کردن و متصل کردن این کلید هستش، کلید تغییر حالت زیری. و یه چالشی هم در باز کردنش داشتیم که توی ویدئوی قبلی بهش اشاره کردیم. اما خاص بودن این دستگاه در ادامه این هستش که گفتیم این دستگاه یک دستگاه در واقع سکاره دو سرعته هستش، مثل درل های گیربوکسی هستش، با این تفاوت که ضربه این از نوع ضربه چکش این از نوع ضربه در واقع پیستون هستش، با این پیستون و ضربه زن این ضربه چکشش انجام میشه. در صورتی که توی درل های بتون کن های سکاره ای ما یک حالت سرعت تک حالته داشتیم. این سرعت دو حالته میخوایم ببینیم چطور اتفاق میفته توی این دستگاه. خب در ادامه این ما میبینیم که این دنده مدادی ما روی این قسمت یک همچین دنده ای داریم و یک همچین دنده ای که به صورت یه تیکه هستش، در واقع یه دنده مرکب هستش، دو تا دنده بالا پایین و سه تا دنده هم
به صورت در واقع گیربکس های سیاره‌ای به این صورت قرار میگیره. قطر قسمت داخلی این دنده با قطر قسمت بیرونی این دنده با هم یکی، یعنی وقتی بندازین داخل این به صورت هرز میچرخه و این قسمت هم که یه رول بیرینگی هست به این صورت اینجا قرار داره. پس این دنده، این دو قسمتش با این دنده درگیر نیستش. عاملی که باعث درگیری این دوتا دنده با هم میشه این سه تا دنده کوچیک سیاره‌ایش هست که به این صورت اگر از این زاویه نگاه کنیم با چرخش این سه تا دنده به حرکت در میاد. خب حالا این انتقال نیرو هم دقیقا توسط همین صورت میگیره. یه دونه دنده دیگه هم داریم به این شکل، به این صورت اینجا قرار میگیره. حالا اینجا بهتر مشخصه، کلید تغییر حالت ما هست اینجا. ببینید کلید تغییر حالت ما گفتیم یک کلید تغییر حالت توی اینجا سه حالته بود، 1، 2 و 0. توی حالت 1 ما دستگاه ما یک چرخش با دور آرام داشت، توی حالت 2 چرخش با دور تند داشت، توی حالت 0 دستگاه ما چرخش نداشت. پس وقتی ما میخواستیم دستگاهمون روی حالت چرخش باشه، اولین کاری که میکنیم، یعنی چرخشی که ضربه نداشته باشه، اولین کاری که میکنیم اینو از حالت چکش خارج میکنیم، میذاریم اینجا به کمک این 1 و 2 اینو میایم تنظیم میکنیم روی حالت سرعت 1 یا 2. ولی حالا اگه میخوایم ضربه هم داشته باشیم که میاریم روی ضربه و این دوتا همزمان با چرخش ضربه هم داریم، و اگه بخوایم فقط ضربه خالی داشته باشیم اینو میاریم میذاریم روی 0 و اینم میذاریم روی چکش که ضربه داریم. حالا میخوایم ببینیم این فرایندها چطور در اینجا اتفاق میفته. خب ما الان میایم روی حالت 1 رو بررسی میکنیم، ببینیم این حالت 1 چطور اتفاق میفته توی این دستگاه. حالت 1 زمانیه که این کلید تغییر حالت ما به این صورت بیاد در اینجا در انتها در اینجا قرار بگیره. حالا توجه کنید من الان اینو دارم میچرخونم، ببینید با این سرعتی که من دارم میچرخونم این با یه سرعت آرامی داره میچرخه. حالا من اینو میارم پایین تر، یه مقدار اینجا تنظیم کردنشون سخته، ببینید با این کار با این که با همون سرعت قبلی این داره میچرخه ولی سرعت چرخش این بیشتر شد. این حالت 2 ما هست. حالا من وقتی اینو میارم پایین الان میچرخونیم میبینیم این دیگه اصلا چرخشی نداریم. این خب دوستان ما میخواییم ببینیم این اتفاق چطور رخ میده. ما این دنده رو میاریم میذاریم اینجا. ببینید همونطور که گفتیم تنها قسمتی که توی این پک دنده درگیر هست با این دنده این هستش، این سه تا دنده هستش. خب به این نکته باید توجه کنیم. حالا ما میگیم حالت اول رو ما میخواییم بررسی کنیم. ما میایم روی این که علامت میزنیم به این صورت و روی این قسمت و اینجا میایم شروع میکنیم در این حالت به چرخوندن. ببینید توجه کنید اینو میخوایم 1 دور بچرخونیم. ببین این 1 دورشو زد. خب حالا 2 دور، 3 دور زد، 3 دور این زد، این دنده ها اومدن رسیدن به موقعیت اول خودشون. پس 3 دور این معادل 1 دور این نیروی چرخشی به ما میده. خب این چطور اتفاق میفته؟ ببینید اگر توجه کنید وقتی ما گفتیم
این دنده فقط با اینو درگیره، با چرخوندن این سه تا دنده داره میچرخه دیگه. و از اون جایی که این قسمت ثابت هست، توجه کنید با چرخش این که ثابته، با چرخش این دنده ها میان محیط داخلی این دنده رو شروع میکنن به تی کردن. پس با یک سرعت آرام ولی با گشتاور بالای این اتفاق داره رخ میده. حالا ما کلید و اینم که گفتیم به این صورت با اینجا درگیره دیگه، به این صورت، و نیرو چرخشی رو با یک دور آرام و با گشتاور بالا داره انتقال میده به این دنده. خب حالا ما میایم اینو، این کشویی رو میایم میکشیم عقبتر طوری که نصفش، طوری که ببینید این دنده، قسمت داخلی این دنده نصفش با این دنده های هرزگرد درگیر میشه، نصفش با این قسمت دنده درگیر میشه. ببینید چه اتفاقی میفته، با این کار میبینیم قفل شده یه جورایی. چرا؟ چون اینا با هم ثابت بودن دیگه. وقتی این دوتا با هم ثابتن و اینم اینجا میاد، پس اینم قفل میشه داخل اینا. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. از طرفی هم گفتیم این دنده های این دنده ها با دنده های هرزگرد در ارتباطه، فقط نیرو چرخشی در این صورت انتقال داده میشه. پس اگر ما بخوایم اینو بچرخونیم، از اون جایی که این قسمت با اینا درگیره و این با این قسمت بیرونی دنده درگیره، پس در نتیجه این نیروی چرخشی از اینجا انتقال داده میشه به اینجا، از این قسمت به این، و از اینم که به این قسمت بیرونی، و در نهایت به کل این پک. پس با چرخش این به صورت کامل این چرخش رخ میده. حالا اجازه بدید من اینو تنظیم کنم، دورش هم بررسی کنیم. توی همچین موقعیتی ببینید اگر بخوایم همچین چرخش انجام، ببینید کل این پک با چرخش این داره میچرخه. پس یک دور این معادل یک دور این خواهد بود که در این صورت این دور سرعتی ما رخ میده. حالا ما دستگاه رو میچرخونیم، میذاریم روی حالت صفر. چه اتفاق میفته؟ اینو میاریم میکشیم عقب. وقتی میاریم میکشیم عقب، توجه کنید پس عاملی که توی این دنده ها باعث انتقال نیرو به قسمت بعدی میشد، این سه تا دنده بودن. ببینیم این سه تا دنده داره هرز میچرخه. وقتی اینو جدا میکنیم، این سه تا دنده داره هرز میچرخه. چون هرز میچرخه، بس ما هیچ گونه حرکت چرخشی توی قسمت خروجی این دنده نخواهیم داشت. پس با این کار ما حرکت چرخشی رو به طور کامل از این مجموعه جدا کردیم و در واقع ما حرکت ضربه را خواهیم داشت، و اگه اینم جدا کنیم باز حرکت ضربه هم خارج خواهد شد. این کل مکانیزم کارکرد این دستگاه بود که به این صورت عمل میکنه. یه مکانیزم جالبی بود در واقع، تا حالا با دستگاه هایی که باز کردیم یه تفاوت عمده ای داشته در بخش انتقال نیرو در قسمت چرخشش مخصوصا، و با این سیستم یه حالت، یه سیستم دو سرعته ایجاد کرده. خب حالا در ادامه ما اینو باید مونتاژ کنیم.